خب جز مقام راستی یک دمه ایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. این که ابیات معلومه لالا یعنی کسی که آموزش میداده اون قدیم، مثل اینکه مولانا بچه بوده اون یه لالا داشته همیشه، یکی که از این علمش بیشتر بوده دائم به این درس میداده. هیچ لالا، هیچ مدرسی بهتر از چشم نیست. این چه چشمی است؟ چشمی که اون تجربه رو کرده، علمش رو گفت تبدیل به بینایی کرده. کجا بود؟ گفت امتحان چشم خود کردم به نور، یا یه جایی گفت که من این کار کردم که این خبر لیک کی باشد خبر همچون عیان. تو این قسمت قبل باید خبر علم ما تبدیل به دیده بشه، اون وقت اون دیده بهترین لالای ما خواهد بود. هیچ لالا مرد را چون چشم نیست، کور اگر از پند پالوده شود هر دمی او باز آلوده شود. اگه یه کوری که نمیبینه خودش، تو هزارم بهش پند بدی، نصیحت بدی، به طوری که پالوده بشه، مثلا پاکیزه بشه فرض کن، حالا این چون نمیبینه تا بلش کنی میره دوباره پاشو میذاره رو یه چیز کثیف، دوباره کثیف میکنه خودش. مولانا داره در اهمیت این که ما خود باید صاحب چشم بشیم میگه اینا رو. اگه نزد ما نباشه این چشم، نزد دیگری باشه. اینم بابت اون که پیر کجاست، اون لالا پیر، اون چشم ما کجا باید باشه، روی سر دیگری باید باشه یا رو سر خودمون. اینم بابت اون میگه که اگر روی سر دیگری باشه این چشم من و او ببینه به من بگه، حالا هر چی هم که او بگه به من کور باشم از گفته او پالوده بشم، ولی هر دمی باز آلوده میتونم بشم. این پتانسیل رو دارم، چون که خودم قوه تشخیص و تمییزم کار نمیکنه. آدم ها تو نیستی کور از نظر، لیک از جا القضا امیل بسر. تو هم کور نیستی، ما هیچ کدوم کور نیستیم، ولی حالا یه آیه از قرآنه که وقتی قضا بیاد چشم کور میشه، گوش پر میشه، کر میشه،